به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام و ادب خدمت دوستان بسیار عزیز و مهربان، خیلی خوشحال هستم که خداوند این توفیق رو به ما داد که دو مرتبه در خدمت دوستان باشیم و این داستانهای مثنوی رو همچنان پیگیری کنیم. من فقط جهت یادآوری عرض میکنم که ما دفتر اول مثنوی رو تمام کردیم، توی دفتر دوم مثنوی هستیم و از دفتر دوم مثنوی هم چند تا قصه رو گفتیم. در آخرین به اصطلاح قصه هایی که از مثنوی داشتیم تعریف کردیم، داستان اصلا بحث طمع بود که انسان هایی که دچار طمع می شوند در واقع چشمشون و گوششون کر به اصطلاح کور و کر میشه و نمی توان حقایق رو ببینند، درست مثل داستان اون صوفی که به اصطلاح الاغش رو گرفتن و به اصطلاح به قول معروف فروختن و اینم با خوشحالی روی تقلید و به لحاظ طمعی که برای اون لوت داشت گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت، در حالی که اموال خود این داشت میرفت، حواسش نبود که این خر برفت یعنی چی. درست مثل دیدید یه جایی یه کسی یه شعاری میده، بقیه هم ناآگاهانه همون شعار رو تکرار میکنن ولی و نمیدونن که چی دارن میگن. یا داستان اون مفلسی که در زندان بود و قاضی رأی داد، گفتش که این مفلس حتی نگه داشتنش توی زندان هم فایده نداره، چون وقتی توی زندان بود غذای بقیه زندانیا رو میخورد و اذیت و آزار میرسون، بهترین جریمهش این بود که از زندان بیرونش کنن. که این برگشت که آقا این زندان شما بهشت منه، چرا منو میخواید بیرونم بکنی از زندان؟ فکر کنید اصلا به کجا رسیده بود. که بعد گفت نه، برید و تو شهرم جار بزنید که این آدم مفلسه و چون مفلسه هیچ کس با این معامله نکنه، پول بهش قرض نده، به کارگری نگیرتش، نمیدونم فلان چیزی باش خرید و فروش نکنه، اگر بکنید این اموالتون از دست میدید، اگرم ازش شکایت کنید به من این رو نمیتونم زندانیش کنم، زندانیش نمی کنم، بنابراین دارم میگم که خودتون رو از این جدا کنید. اون کردی که یه شتر داشت و اومد و یه رشوه حتی به نگهبانا داد، گفتش که این بنده خدایی رو که میخواین تو شهر به چرخونی سوار شتر من کنید، به طمع این که گفت غروب یه پولی از این میگیرم. بعد خودش هم همراه با نگهبانا دور میچرخید و میگفتش که این مفلسه، این بدبخته، با این معامله نکنید، فلان نکنید، همین حرفا رو تکرار میکرد. ولی دم غروب که شد اومد به این گفتش، به صدا همین مفلس به قول معروف گفتش که ببین حالا ما از شما پول جو نمیخوایم، حداقل پول کای این شطور ما رو بده. که تو مدرسه بی تو کر بودی، کور بودی، خود از تو بری داد میزنی که این مفلسه، این مفلسه، این بدبخته، حالا وقتی ما بگی به ما پول بده. ببین اصلا این کرده میسه که نمیفهمه داره چی کار میکنه، داشت داد میزد به تبع این که نگهبانا داشتن این داد رو میزد، این همین داد رو میزد، همینطوری میبود، نمیفهمه که داره چی داره میگه، ولی ذهنش این بود که آخر شب من از این بابا پول میگیرم. مولانا میگه که نفس شما این به اصطلاح عاملی است که چشم و گوش شما رو چیکار میکنه، کر میکنه و کور میکنه و باعث میشه که شما در بدبختی بیفتید. حالا این قصه رو گفت، من فقط یه ریویو خیلی کوتاه براتون دارم که ذهنتون آماده بشه و حالا بقیه داستان رو در همین وادی ادامه میده که فوق العاده داستان‌های قشنگی رو من اینجا دارم که براتون بدید که من از اینجا وارد این مقوله بشم. الان شما باید که چیزو ببینید، قاعدتا باید که این درسته، من اینو بیارمش اینجا اکثر آمده بعد بیم پایین تر و باز
اینجاست، ما در اینجا هست. خب اینه دارید میبینید دیگه، ملامت کردن مردم ها شخصی را که مادر را به تهمت بکشت. خب دیگه آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری، هم تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر به تو؟ ای زشت خوب. خیلی واضحه دیگه، یه نفر رفته زده مادرشو کشته، طرف میاد دوستش میبینتش، میبینه لباساش خونیه، یه چاقویه که خون ازش بره میچه که اونم توی دستشه و دست بالش هم خونیه. بعد میگه این چه وضعیه؟ میگه مادرمو کشتم. این میگه که مرد حسابی، مگه آدم مادرشو میکشه؟ برای چی مادرتو کشتی؟ گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش. کان خاک ستار وی است، متهم شد با یکی زن کشتمش، غرق خون در خاک گور آغشتمش. میبینید دلیلشو گفت، گفت آره من دیدم مادرم رو در یه وضعیت بسیار فضاحت آمیزی با یکی بود و خب این ننگ آره و همین دلیل من زدم کشتمش و این ننگ رو از وین مثلا بردم، به این شکل اعاده مثلا حیثیت کردم و اینو کشتمش و کردمش زیر خاک، به قول معروف که دیگه ستارش خاک باشه. جوابی که طرف میده اینه، میگه گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رسم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. طرف برمه یه میگه مرد استابی چرا مادرت رو کشتی؟ اون مرده رو برو بکش، تو باید اونو میکشتی. گفت نه، اگه قرار بود که اونو بکشم هر روز باید یکی رو میکشتم. دقت کردید معنیش چی شد؟ یعنی مشکل از مادر است، مشکل از مردم نیست، مادر این کار است. بعد مولانا میگه خیلی خیلی قشنگه، میگه من برای اینکه این ننگ به طور کلی از بین بره مجبور شدم مادره رو بکشم که دیگه این قضیه به پایان برسه، وگرنه اگه میخواستم این رو رها کنم هر روز باید یکی رو میکشتم، چون هر روز میرم با یک. خوب دقت کنید. بعد مولانا اینجا درسای خودش رو پاگرد داستان میده، میگه نفس توست آن مادر بدخاصیت، که فساد اوست در هر ناحیت، پس بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیز از این دنیای خوش از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رفتی، باز رستی ز اعتذار، کس را دشمن نماند در دیار. دقت کردید، میگه که ببین نفس تو ما به سلام مادر بدخاصیت توست که هر روز به دنبال یک مفسده جدیدی هستش. پس بنابراین بهتره دیگه، نماد دیگه، نماد مادر اون نفس تو هست. میگه بنابراین تو باید این نفس رو بکش. ببین مثالی که میزنه خیلی ظریف و زیباست، سخت انسان مادر خودشو بکشه. فقط میتونید چقدر سخته که یه نفر بخواد مادر خودشو بکشه، همون قدم سخته یه انسان بخواد نفس خودشو بکشه. درست کردید؟ به همین دلیل به اصطلاح مثالی که زده فوق‌العاده به اصطلاح دقیقه مولانا. میگه که باید نفستو بکشی تا از اعتذار، اعتذار کردن یعنی عذرخواهی کردن. درست کردید؟ میگه وقتی تو نفستو کشتی دچار دشمنی نمیشه، کسی دیگه با تو دشمن نیست که بخوای عذرخواهی کنی به خاطر دشمنی هایی که میکنی. حالا اینجا یه مشکل پیش میاد. مشکل چیه؟ میگه گر شکال آرد کسی بر گفت ما، از برای انبیا و اولیا، کنبیا را نی که نفس کشته بود، پس چراشان دشمنان بود و حسود. گوش تو گوش نه ای طالب کار ثواب، بشنو این اشکال و شبهت را جواب. دشمن خود بودن آن منکران،
زخم بر خود می‌زدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان می‌کند. دقت کنید. خط بالا گفتش چی؟ گفت اگر نفس خودتون رو کشتید دیگه دشمنی نخواهید داشت که مثلا درگیر بشید که بعد بخواید عذرخواهی کنید یا مثلا مسئله پیش بیاد. بعد میگه این، بعد میگه شما ممکنه به من اشکال بکنید، بگید که خب انبیا و اولیا که نفسشون رو کشته بودن، اونا که انسانهای بودن که نفسشون غالب نبود، خب چرا بس اونا اینقدر دشمن داشتن؟ شما دشمنان حضرت محمد رو در نظر بگیرید، چقدر دشمن داشت حضرت علی و بزرگان، صلحا بزرگان، حتی حضرت مسیح، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، اینا همه. خب این اشکال دیگه. میگه خب اینا که نفسشون رو کشته، بچه اینقدر دشمن داشتن؟ جواب میده، میگه که اون کسانی که دشمنی با اولیا میکردن در واقع دشمن اولیا نبودن، دشمن خودشون بودن، با خودشون دشمنی میکردن. و خیلی قشنگ رو توضیح میده، میگه اونا با خودشون دشمنی میکردن، نه با اولیا. بعد میگه دشمن اون کسی است که قصد جان تو رو میکنه، ولی کسی که خودش به اصطلاح خودش رو نابود میکنه که دیگه نمیتونیم بگیم دشمن. این یک کمی حالا جا داره که باز بشه. یعنی چی؟ که یه کسی که خودش دشمن خودشه ولی با شما میجنگه، با شما میجنگه ولی دشمن خودشه. شما انسان صالحی هستی، چرا؟ برای اینکه شما که انسان صالحی هستی میخوای او رو به راه راست هدایت کنی، به زندگی خوب هدایتش بکنی، او با شما مخالفت میکنه، در واقع به خودش ضربه میزنه. به همین دلیل هم است که خداوند در هم در چند جای قرآن و سوره کافرون که دیگه به طور صراحت در چند جای قرآن خداوند به پیامبر میفرماید که ای پیامبر، تو کسانی که هوای نفس خودشون رو امام خودشون قرار دادن، تو فکر میکنی که اونها به حرف تو گوش میکنن یا اگه تو نصیحتشون بکنی مثلا روی دل و قلب اونها تأثیر گذاره؟ نه، ما اونها رو بر دلشون و قلبشون و گوششون مهر زدیم، هیچ چیزی رو گوششون فرو نمیره، هیچ چیزی تو قلبشون فرو نمیره. بنابراین خودتو زحمت نکش، دنبال اونا نباش. یه جای دیگه میگه که تو خیلی داری تلاش میکنی که همه رو هدایت کنی، مثلا به بهشت ببری. نه، تو وظیفه ای نداری که اینقدر خودتو به زحمت بکشی، تو فقط وظیفه داری که بهشون بگی راه درست چیه، راه غلط چیه، اونا خودشون باید تصمیمشون رو بگیرن. تو مسئول نیستی که همه رو ببری توی بهش همراه خود. اینقدر خودت اذیت نکن، چون پیامبر گریه میکرد، غصه میخورد بابت این قضیه که چرا یه دیه هدایت نمیشن، خیلی ناراحت. خدا آخرش هم که اون سوره کافرون اومد، یا ایها الکافرون، ای کافران، من اون چرا که شما میپرستید من نمیپرستم، شما اون چه که من میپرستم نمیپرستید، به تحقیق که آن چرا که شما میپرستید من نمیپرستم، شما اون چه که من میپرستم نمیپرستید، برابر این دین خودتون برای خودتون برید هر غلطی میخواید بکنید، دین ما هم برای ما، خب برید هر غلطی. حالا ببخشید این اصطلاح به کار میبرم، عذر میخوام، ولی واقعا اونایی که میرن هر کار دلشون میخواد خودشون آثارشو میبینن توی زندگی خصوصیشون، توی زندگی اجتماعیشون، توی فسادی که شهر و کشورشون رو میگیره، هم جنس بازی هایی که داریم شاهدش هستیم، و هزار یک جور بچه های حرامزاده ای که با وجود میاد، یارو بلند میشه میاد اسلحه میگیره 18 تا بچه میمنده به رگبار مسترسه، اینا فکر میکنه این آدم های سالم، اینا از خانواده های بروکن فامیلی همشون اومده. بروکن فامیلی هم ریشه هاش در همین به صدا شهوت پرستی ها و این صحبت هاست. پس بنابراین اینه داستان، خوب دقت کن. بعد حالا ادامه داستان، مانع خیشتن جمله کافران از شعاع جوهر پیغمبران. یه کافران جلوی شعاع به اصطلاح نور پیغمبران رو میگیرند که بهشون نرسه، سد ایجاد میکنند. چون غلام هندوی کو چین کشد، از ستیزه خواجه خود را میکشد. سرنگون میگفتد از بام سرا، تا زیانی کرده باشد خواجه. میبینید دیگه، درست مثل یه به اصطلاح غلامی که میخواد مثلا صدمه بزنه، صدمه مالی به ارباب خودش بزنه، میگه حالا من پدرت در میارم، ضرر بهت میزنم. چه جوری ضرر میزنه؟
و همشه میره بالای پشته و خودشو با کله پرت میکنه وسط خیابون میمیره. ظاهرا خسارت مالی زده دیگه به ارواح، اما در واقع خودشو نابود کرده. میدونی فکر میکنه که ضربه زده به ارواح ولی خودشو نابود کرده. یا میگه گر شود بیمار دشمن با طبیب، ور کند کودک عداوت با ادیب. در حقیقت رهزن جان خودند، راه عقل و جان خود را میزدند. گازاری گرخش بیر از آفتاب، باقی گرخش میگیر از آب. تو یکی بنگر کرا دار از یان، عاقبت که بد سیاه احضر از آن. ببینید یه درست مثل بیماری که با با طبیب دشمنی میکنه، طبیب بهش میگه این دارو رو بخور، مخزن میگه من بلجت هم که شده نمیکنم. حالا خب بیچاره مریض میشه، خودت میمیره دیگه، طبیب که طوریش نمیشه که. یا مثلا بچه‌ای که با معلمش مثلا لجبازی میکنه، دشمنی میکنه، مثلا معلم میگه کتاب بخون، من درستو بخون، مشقاتو بنویس، این میگه من پدرتو در میارم، نمینویسم. خب نمینویس چی ضرر کرده این مثلا. من خیلی نکته قشنگ و زری. خب حالا این نکته خیلی قشنگ میگه تو حسودی کس فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. خود حسد نقصان و عیب دیگر است، بلکه از جمله کمی ها بدتر است. هم بلیس از ننگ و آور کمتری، خیشتن افکن در صد ابتری. از حسد میخواست تا بالا بود، خود چه بالا بلکه خون پالا بود. آن ابو جهل از محبت از محمد ننگ داشت، و از حسد خود را به بالا میفرشت. بوالحکم نامش بود و ابو جهل شد، ای بسا از حسد نامش. ببینید داستان مولانا خیلی نکته قشنگی رو میگه. میگه که اصلا این داستان حسد یه داستان بسیار بسیار عمیق و ریشه داری است که از بد به پیدایش جهان هستی وجود داشت. اولین حسود جهان هستی کی بود؟ چیز بود؟ شیطان بود، ابلیس بود. گفتش که خداوند گفت آقا به ایشون سجده کنید به آدم. این گفتش که نه من نمی کنم. هم تکبر ورزید هم حسادت. گوه چرا همه باید به اون سجده کنم؟ یک. و بعد هم تکبر ورزید، گوه من از اون بهترم، من از آتشم و از خاک. ولی مولانا میگه اتفاقا حرف درستی هم میزن، ولی یه چیز رو ندید و اون روح الهی بود که در انسان دمیده شده بود، اونو ندید و همین دلیل دچار این حسادت شد و بعدم خداوند راندهی در بای خداوند شد. بعد میگه که نکته ظریف قضیه اینه که ما نگاهمون رو نسبت به حسادت باید به طور کلی عوض کنیم و حسادت رو خاک بر سر کنیم. دقت کردید چجوری خاک بر سر کنیم؟ این که اصلا نگاهمون رو عوض کنیم. من یه بار اینجا مثال زدم، گفتم ببین من الان مقابل شما نشستم، شما همه خانوما بسیار زیبا و شکیل، آقایون همه خیلی خوشتیپ و خوش قیافه و فلان، بنده می روبروی آدم نمیدونم کور کچل نمیوریه فلان روبروی شما نشستم. حالا ما با هم دیگه نگاه میکنیم، این وسط کی ضرر کرده، کی سود برده؟ در واقع ضرر کننده شمایید که باید قیافه من رو تحمل کنید، اما سودشو من بردم، برای که من اینجا نشستم یه عده آدم های زیبا و خوشتیپ رو دارم نگاه میکنم. پس برابری اگر یه نفر صداش خیلی زیباست، قشنگ آواز میکنه، من چرا باید بهش حسادت کنم؟ در حالی که او آواز میکنه من کیفشو باید ببرم. گرفتی چی میخوام بگم؟ او زیباست، من از زیباییش نگاه میکنم لذتشو میبرم. او هنرمنده، یه چیز قشنگ میسازه، یه نقاشی قشنگ میکشه، یه شعر بسیار زیبایی رو میسراید، من دارم نگاه میکنم میشنوم، من لذتشو میبرم، من چرا باید به اون حسودی کنم؟ بعد میگه که حالا دقت کنید، یه وقتا آدم ها میگن که خب طرف که زیباست، طرف که خوشتیپه، طرف که خوش صداست، طرف که خوش نقاشی میکنه، طرف که قریحه خوبی برای شعر گفتن داره یا فلان داره یا همین
صفات دیگه ای که حالا اونم قویه، نیرومنده، چه میدونم وزنه های سنگین بلند میکنه، فوتبالیست درجه یکی، خب اون محبوبه. منی که هیچی نیستم، هیچ کدوم از این هنرها ندارم، من محبوب نیستم. اولا که یک، خداوند انسان رو با هزاران هزار صفت آفرید، با هزاران هزار صفت آفریده که هر کدوم از ما توی یکی از این صفات ممکن شاگرد بشه و دیگران نباشن. یکی خیلی پرحوصله است، یکی بقیه به اونقدر حوصله ندارن، یکی مقاومت به سرماش زیاده، یکی مقاومت به گرماش زیاده، یکی مقاومت به هر چه میدونم تشنگیش زیاد. میبینی چقدر آدمو میبرن از تشنگی، یکی نه، یکی اصلا مقاومتش به کرونا ویروس، ایمیون سیستم بدنش قویه. چرا این نعمت‌ها رو ما نمیبینیم؟ فقط یه چیزی رو که خیلی ملموس و جلوی چشمه رو بخوایم ببینیم. آقا یکی من دیدم توی دانشگاه یه بار یه غذا مسموم شده بود. ما دانشجو بودیم، غذا مسموم شد. 200-300 تا آدم مسموم شدن، کارشون به بیمارستان و فلان این حرفا کشید. اما یه عده هم بودن همون غذا رو هم خوردن، هیچیشون نشده، هیچیشون نشده. یعنی ایمیون سیستم بدنش اونقدر قوی، حالا ممکنه چه میدونم ببخشید شکم یا ریکم شل شده باشه، ولی این که مثلا به بیمارستان بکشه و نمیدونم داستان ها اصلا، خب این نعمت کمیه که یه نفر داشته باشه. همین کرونا چقدر آدم ها رو کشته و چقدر آدم ها این خیرشون نبوده، این نعمت کمیه. ما ها خیلی نعمت ها رو نمیدیم. یک و بعد مولانا میگه که اگر دیدی هیچ، حالا به خیال خودت، هیچ صفتی نداری که مورد توجه قرار بگیر، بعضی اینو کمبود دارم یا به دیگری توجه میشه به ما نمیشه، میگه فقط سعی کن اخلاقت خوب باشه، همین، سعی کن مهربون باشه، سعی کن با مردم با لبخند برخورد کن، یک کار کوچولو اگر دستت برمیاد اینو بعد از اینجا بزن اینجا، همین، این کارو بکن و خواهید دید که چقدر محبوب همه هم دوست دارم. به قیامت هم کسی کار نداره، به پیری و جوانیت هم کار نداره، همینقدر که برخوردتون. اینا درسه، درس های اخلاقی که مولانا، بعد مولانا میگه من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت و هست خلق نیکو. همه این صفت ها رو بذار یه طرف، یه طرفش خلق نیکو. ببین میگفتن که پیامبر اسلام خیلی جالبه، بدونی پیامبر اسلام یه آدم منحصر به فردی بوده توی زمان خودش، انصافا این مرد بسیار خوشتیپ و خوشقیافه بوده. بدونید این اصلا راجع به سیره پیامبر رو بخونید تعجب میکنید، قد و هیکل و ایناش فوق العاده زیبا بوده، قیافش که دیگه اصلا فوق العاده زیبا بوده و شجاعتش و فهمش و شعورش و درکش اون دیگه پیامبر هم بوده دیگه، انسان خیلی کامل. خداوند در قرآن راجع به هیچ کدوم از این صفات پیامبر یک کلمه حرف نمیزنه، فقط در مورد خلق پیامبر صحبت میکنه. خیلی جالبه ها، میگه پیامبر تو آدم خیلی خوشخلقی هستی، اگر این خلق نیکوی تو نبود اینا از دور تو متفرق میشدن، به خاطر این خلق زیبای تو هستش که مردم همه دوست دارن. میدونی چقدر قشنگه این نکته؟ گفتن پیامبر انقدر محبوب بود بین اصحاب که وقتی میرفت مثلا وضو میگرفت که صورتش رو بشوره و دستش رو میشست، یه عده میمونن دستش رو میگرفتن زیر دست پیامبر که این آبایی که از دستش میچکه بگیرن بمونن به صورت خودشون، انقدر دوستش داشتن. از رو محبت ها، از رو محبت. و بر چی؟ یه آدم بد اخلاق کسی اصلا بهش محل نمیزنگو رو بابا دلت باشه. این نکته مهم. خب من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به هست خوی نکن، انبیا را واسطه زان کرد حق تا بدید آید حسنها در خلق، در گذر از فضل و از چستی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن، هر که را خوی نکو باشد برست، هر کسی کوشیش دل باشد شکست، پس امام حی و قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست، مهدی و هادی ویست ای راه جو،
هم نهان و هم نشسته پیش رو. ببین میگه اون کسی که رهبر میشه اون کسی است که خلق نیکو دارد. مهم نیست از اهل عمر باشد یا از اهل علی باشد، هیچ کدوم فرق، اون کس اون رهبره. و بعدم کسی که چی؟ کار خدمت دارد و خلق حسن، اون کسی که خدمت گذاره به مردم است و با خوشرویی خدمت رو انجام میده. حالا دیگه نمیگن چرا مو داره چرا مو نداره، چرا نمیدونم قدش بلنده چرا قدش کوتاه، چرا چاقه چرا لاغره، چرا نمیدونم پیره چرا جوان، اصلا این حرف نیست. هر کسی که این ویژگی رو داره خوش خلقه و خدمت گذاره، همه دوستش دارن. و اگه شما مورد توجه میخواید به خودتون جلب بکنی این فرمولشه، مولانا داره بهتون فرمول رو میده، خیلی هم قشنگه. خب اینا رو بگذاریم. حالا این قصه امتحان کردن پادشاه آن دو غلام را که نو خریده. یه پادشاهی پول میده به وزیرش، میگه آقا ما نیرو لازم داریم، برو از تو بازار برده فروشا دو تا مثلا برده بخره برده بیار. آقای وزیرم میره تو بازار برده فروشا دو تا برده مرد میخواسته دارم، میره دو تا برده که حالا با هم رفیق هم بودن و یه اربابی مثلا قبلا داشتن. یادتون باشه این دو نفری که واسه یک ارباب مشترک کار میکنن معمولا بهشون میگن خاجتاش. خاجتاش یعنی کسی که دارای خاجه مشترک است، آقای مشترک است، خاجتاش. توی اصفهان دو تا باجناق رو میگن چی؟ میگن همریش. دو نفر، دو تا مرد جوونی که دو تا دختر از یه خانواده گرفتن، ما میگیم تو تهران میگیم باجناق هم هستن، اصفهانی ها میگن همریش. میگه همریش هم اینجوری گفت، همریش هم اونجوری گفت، اصفهانی ها اینجوری. منظور خواستم اینو با این اصطلاح آشنا بشید. میگه پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، علب شکر چه زاید شکر. آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه شد بر ما پدید. کاندر آن خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. یا در او گنج است و ماری برکران، زان که نبود گنج بی زر، گنج زر بی پاس. دقت کنید این نکته زدید. میگه پادشاه رفته دو تا غلام خریده و وزیرش خریده اووردتش، طبیعتا میاره خدمت پادشاه که پادشاه ببینه دیگه چی خریده چه مالی. بعد مولانا میگه که اولی رو که پسر اول و جوان اولی که اومد دید چه پسر خوشتیپ و ترتمیز و خوش سردیست و خوش قیافه و خوش هیکل، و از اون مهمتر خیلی خوش زبون. و دیدی بعضی ها شیرین زبون هم قشنگ حرف میزنن، دلبری میکنن، در واقع با سخن گفتن اونجوری بوده، خیلی خوشش اومد از این اولیه. خب بعد مولانا فوری یه نکته میگه، دیگه آدمی مخفیست در زیر زبون، این زبان پرده است بر درگاه جان. دیگه آدم زیر زبونش پنهانه، و دیگه به قول سعدی گفت تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. میگه بذار بیریم طرف یه دوتی کلمه حرف بزن بیریم چند مرده. دیدی توی همین مثلا جمع یه آدمی ناشناسی که وارد میشه همه منتظرن که ببینن یه مسئلهی پیش بیاد، یه اظهار نظری مثلا بخواد طرف بکنه یا موضعی رو مثلا اعلام بکنه، فوری تجزیه تحلیلش میکنن طرف چند مرده. بعد میگه حالا یه وقت هستش که این زبان مثل پرده ایست که انسان رو چگاه کرده پوشیده دیگه. میگه اگه یه باد اومد و این پرده رفت کنار، معلوم میشه که طرف پشت این پرده ظاهریش گنجی نهفته است یا نه یه خرابه ایست که توش پر از مار و کژدمه. چه که چی میخوام؟ یا نه یه گنجیه ولی رو سرش یه ماره.
دقت میکنید سه تا کیس رو برای شما مشخص میکنه مولانا، یا پرده میره کنار همش گنجه یا نه، همش مار و کژدمه یا نه گنجیست که روشم یه مار. این که گنجی که روش یه ماره مثل چی میمونه؟ مثل تو داستانهای قبلی گفته بود که آب جوب رو نگاه میکنی میبینی صافه، اما سرگین کف آب جو چی شده؟ تهنشست شده. لجن کف آب جو، تو از روی بالا که نگاه میکنی آب جو خیلی هم صاف و تمیز داره آروم میره، شفاف، حتی کفش هم میتونی ببینی. اما خدا نکنه که یه وقت یه کسی بیاد این آبو به هم بزنه، تا به هم بزنه یهو این آب چی میشه؟ دگرگون میشه، گل میشه، کثیف میشه، فراخ میشه. نمونه بارزش کجاست؟ گفته بودم یه بار تو اینترنت و تو این کامنت هایی که واسه بعضی از این جلسات و ملسات حتما دیدید دیگه میذارن، طرف با یه مثلا اکانت فیک با یه اسم دروغی میاد اونجا، ماهیت خودش خوب نشون میده چون میدونه که کسی نمیشناسدش، حالا اونجا فوش میده، بعد ویرا میگه، هرچی از دهنش در میاد میگه، بی احترامی میکنه و و و و و، در واقع ماهیتش اونه. اما به محض اینکه این پرده رو بخوام بکشن یه آدمی میشه خیلی آروم، بله البته خواهش میکنم، خیلی مؤدب، مثلا منافق واقعی اینه، اصلا مثلا انگار نه انگار، انگار که ایشون شاهزاده است، اصلا تو خاندان سلطنتی مثلا روش کرد، نه اینو داشته باشید. خب حالا ادامه دیگه، اون آقا این پسر خوشتیپه اون غلام اولیه دیگه، بی تأمل او سخن گفتی چنان، که از پس 500 تأمل دیگران، گفتی اندر باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی، نور هر گوهر که زو تابان شدی، حق و باطل را از او فرقان شدی، نور 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 فرقان فرق کردی، بهر ما ذره ذره حق و باطل را جدا، نور فرقان فرق کردی، بهر ما ذره ذره حق و باطل را جدا. ببینید این آقا، این پسر اولیه، غلام شماریه، اینقدر قشنگ و فصیح سخن میگفت که انگار که واسه هر جمله‌ای که مثلا میخواد بگه 500 دفعه فکر کرده که چی میخواد بگه، اینقدر دقیق سخن میگفت و فکر، یعنی میخواد بگه که یه آدم خیلی همه چی تموم بود در سخن گفتن، خیلی زیبا و صحبت میگه. خب بعد مولانا در لای این یه نکته به ما بگه، میگه نور فرقان فرق کردی، بحر ما ذره ذره حق و باطل را جدا. مثلا فرقان میدونی که نام دیگه قرآن کریمه، فرقان یعنی چیزی که فرق میگذارد، یعنی جدا کننده، مثلا فرقان یعنی جدا کننده. میگه کسی که قرآن را میخواند، نور قرآن باعث میشود که بین حق و باطل میتواند تفکیک قائل شود. اینو در خود قرآن آمده، میگه خداوند میفرماید که آنهایی که در مسیر قرآن و در مسیر خداوند حرکت میکنند، خداوند به آنها نوری عطا میکند که یعنی نور بصیرت، که بتوانند حق را از باطل جدا کنند. دعای اولیا و انبیا اینه، میگن که خدایا به ما قدرت تشخیص حق از باطل و شجاعت دفاع از حق در مقابل باطل را عنایت بفرما. اینو تو دعاهاتون بگید، سر نماز که میخونید اینو دعا کنید، خدایا به ما قدرت تشخیص حق از باطل و شجاعت دفاع از حق در مقابل باطل را عنایت بفرما. خب اینا رو گفت اومد، پادشاه میگه آن غلامک را، دقت کنید این کلمه غلامک رو من هایلایتش کردم، میبینید یه آن غلامک را چو دید اهل زکا، آن دیگر را کرد اشارت که بیا، کاف رحمت کاف رحمت گفتمش تسخیر یا تسخیر نیست، جد چو گوید تفلکم تحقیر نیست، چون بیامد آن دوم در پیش شاه،
بود او گرد دهان دندان سیاه. گرچه شهر ناخوش شد از دیدار او، جستجویی کرد هم زسرار او. میگه که اون جمله اول میگه آن غلامک را چه دید اهل زکا، یعنی پادشاه دید اون غلام اول اهل زکا است، منتها از کلمه غلامک استفاده کرد، کای تسخیر مثل تفلک. میدونید میگه که تو بند دوم میگه که ببین این که من گفتم غلامک، قصد کوچک کردن اون جوون رو نداشتم که گفتم غلامک. وقتی که پدر بزرگ به بچه میگه تفلک، منظورش این نیست که مثلا تحقیر کنه، این میگه تفلک یعنی اثر محبت، میگه تفلک من داشت کردی شرز با این هم میخواد بگه من این که گفتم بهش غلامک منظورم نبود که بخوام تحقیرش کنم. میگه بالاخره اونو خیلی چیز بود، بهش گفتش که شماره یک رو گفتش که خب تو که کارت خیلی خوبه، آفرین، شما تشریف ببرید حمام، برو حموم خودتو بشور و تمیز کن و به نوکرام گفتش که لباس نو برش تهیه کنید و بشورید و مرتب منظمش کنید، پشتی فهم بود باید خوشگلش کنید و مرتب منظمش کنید و حمامش کنید و لباس تمیز تنش کنید، ادرات کلون بهش بزن. حالا اینا دیگه من دارم مثلا دیگه حالا بیاد بخواد محاسب بشه نوکر پادشاه دیگه. خب این نفر شما دو رو بگیم بیاد، نفر شما دو که اومده یه آدم کره کوره کچله در به داغون، یه دندونای سیاه بوگند دهنش هم مثلا از فاصله دو سه متری به مشام میرسه، اینقدر گذاش خرابه. خوب دقت، چون بیامد آن دوم در پیش شاه، بود او گند دهان دندان سیاه، دندوناش هم سیاه. گرچه شه ناخوش شد از دیدار او، جستجویی کرد هم زسرار او. خودش تا این رو دید اصلا زد تو ذوقش، ولی خب دیگه مال خریده دیگه، خیلی خب مالا بشین اونجا، بهش گفت اولا از من دور بشین، خیلی به من نزدیک نشو، بوی دهانت من رو اذیت میکنه، ثانیا خیلی هم دور رو که بشنوی، من ازت میخوام چند تا سوال کنم و به اصطلاح هم من تو رو بشنوم تو من رو بشنوم، مثلا یه فاصله تو حفظ کن. و بنده خدا هم رفت یه خود فاصله گرفت اونجا نشست. گفت با این شکل و این گنده دهان، گفت با این شکل و این گنده دهان دور بنشین، لیک آسوتر مرا که تو زهل نامه و رخعه بودی، بی جلیس و یار و هم بقعه بودی، تا علاج آن دهان تو کنیم، تو مریض و ما طبیب فوقانی، با همه بنشین دو سه دستان دگو، تا ببینم صورت عقلت نکو. میگه که آقای وزیر که شما رو خریده قیافه‌ای که نداری، اما به من گفته که شما اهل علم و اهل حساب و اهل کتاب هستی، آدمی هستی که مثلا کیفیت درونی داری، مثلا آنا قیافه ظاهری نداری ولی باسوادی، مثلا غلام باسواد خیلی کم پیدا میشه دیگه، به همین دلیل خیلی خب ما شما رو حالا خریدیم، قیافت که به درد نمیخوره، حالا یه چهار تا کلمه حرف بزن ببینم چی حالیته، حالا دیگه من دارم اینجوری ترجمه میکنم، حالا چهار تا کلمه حرف بزنم چی حالیته، اصلا چیزی بلدی، چی میگی، حرف حساب چیه، چی بلدی، حالا ما پولمون رو دور ریختیم یا نه، مثلا یه چیز خریم دارم. اینه میگه من بفهم عقلت چقدره. میگه آن زکی را پس فرستاد و به کار، سوی حمامی که رو خود را بخواب، بین دیگر را گفت تو چه زیرکی، صد غلامی در حقیقت نی یکی. دقت کن، اون خوشتیپری که فرستاد گفتم گفت برو تو همون، اون فرستاد بره همون، در غیاب او شروع کرد با این یکی حرف زدن، گفتش که من شنیدم تو خیلی آدم باهوشی هستی، تو یه دونه آدم نیستی، صد تا آدم. دقت کنید چطوری این آقای وزیر داره زمین این پادشاه داره زمین سازی میکنه واسه این غلام جدید. میگه من شهیدان خیلی آدم باهوشی هستی، وزیرم به من گفته هم باسوادی هم باهوشی، یه دونه نیست، صد تا آدم. مثلا اینجوری آن نه ای که خواجه تاش تو نبود، از تو ما را سرد میکرد آن حسود، گفت او دزد و کج است و کج نشین، هیز و نامرد و چنان است و چنین. شروع کرد
گفتش که این خواجه تاش تو همین که فرستادن بره هم. اون با وجودی که تو وزیر گفته تو خیلی آدم اینجوری اونجوری هستی، اما من باورم نمیشه حرفایی که اون خواجه تاش نسبت به تو زد راست باشه. اون به من گفتش که تو دزدی، دستت کجه، آدم بدجنسی هستی، هیزی، چشم ناپاکی داری، هیزی، چنینی و چنانی، یعنی بدگویی کرده راجع به تو. من باورم نمیشه که تو این حرفایی که اون گفته تو اون باشی. ولی حالا این یارو گفته، بگو ببینم چی داستان، چه قراره واقعا، همینطوره که اون گفته یا نه. ببین یه آدم وقتی که یه همچین حرفی رو میشنوه از رفیقش، که بالاخره اینا با هم زندگی کرده بودن دیگه چند سال، با هم کار کرده بودن، خب چه احساسی بهش دست میده؟ معمولا آدم ناراحت میشه دیگه، نه میگه عجب بابا بی حساب چه حرفایی پشت سر مو زد، هنوز راه نرسه. دقت کنید، این غلام جواب گفت، گفت پیوسته بودست او راستگو، راستگویی من، راستگویی من ندیدستم چه او. دقت کنید، میگه گفت پیوسته بودست او راستگو، راستگویی من ندیدستم چه او. راستگویی در نهادش خلقت است، هرچه گوید من نگویم تهمت است. کج نگویم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. باشد او در من ببیند عیبها، من نبینم در وجود خود شهاد. چه جوابی اصلا وحشتناک این جواب. یه قربان، من از این رفیقم هرچی دیدم راستگویی بوده، هرچی گفته راست میگه، من تا حالا ندیدم دروغ بگه. اگر پس گفته که من کج میشینم، کج عمل میکنم، دروغ گویم، اینجوریم، هیزم، فلانم، او آدمی هستش که از بیرون به من نگاه کرده، عیبای من رو دیده، عیبایی که خودم در خودم ندیدم. پس بنابراین من باور میکنم که حرفایی که ایشون زده درسته، اشکال از من بوده که من خودم نتونستم اصلاح. این پادشاه وا میره دیگه از این حرفی که این بابا داره میزنه. بعد مولانا فعلا اینو داشته باشید، مولانا اینجا یه نتیجه گیری هایی میخواد بکنه، قصه را ادامه میگه. هر کسی گر ای به خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ بی از اصلاح خیش. غافلند این خلق از خود بی خبر، لاجرم گویند ای به همدگر. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. ببینید دیگه که مردم اشکالش این هستش که اولا اگر کسی که عیب خودش رو ببینه و بپذیره که عیب داره، قاعدتا در جهت رفع عیب خودش تلاش خواهد کرد. این چیز خیلی طبیعیه. آدم سالم اصلا سلیم، سلیم یعنی کسی که تسلیمه و تسلیم حقیقته. یه آدمی که مثلا بفهمه آقا من آدم نیست که من خیلی زود از کوره در میرم و خدا وکیلی، و اگه اینو بفهمه خب سعی میکنه که زود از کوره در نره. من مثل که یه خود حالت حسادت دارم و تا ببینم یه مثلا با جناقم، نمیدونم برادرم، دوستم، یه خود وضعش مثلا خوب میشه، یه کمی مورد توجه قرار، من یه کمی قلقلکم میاد. اگه آدم اینو بپذیره در خودش، وقت میگه خیلی خوب، چرا باید من حسادت کنم؟ خب منم سعی کنم یه کاری بکنم که یه جای دیگه منم یه هنری از خودم نشون بدم. اگه خیلی ناراحتم، خب منم اینجوری مثلا مورد توجه قرار بدم. یکیش بهترینش هم که با خوشرویی و خوش اخلاقی و خدمتگزار بودن. خب اینا رو داری میگه. میگه غافلند این خلق از خود بی خبر، غافلند این خلق از خود بی خبر، لاجرم گویند عیب هم دیگر. طرف عیب خودش رو نمیبینه، ولی خب سعی میکنه عیب دیگران رو مرتب فکر. خیلی خیال میکنه اگر عیب دیگران رو بگن و اونها رو بیارن پایین، خودشون بیارن بالا، در حالی که واقعیت این نیست. شما با تحقیر دیگران شما بالا نمیروید. مردم شما رو بر اساس آنچه که هستی میسنجن. تازه از همه بدتر این که میگن این عیب جو و عیب گوه، و این خودش که دیگه تو سرت میزنه. بیشتر میارتت پایین. دقت کرد این نکته شه.
بعد حالا دقیق میگه که آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است، خلقان است بیش. آن کسی که او ببیند روی خیش، روی او از نور، نور او از نور خلقان است بیش. گر بمیرد نور او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو. خب مولانا باز یه درس دیگه داره میده با اون این که میگه که آن کسانی که میتوانند روی خود را ببینند، یعنی عیبهای خودشون درک بکنند، اونا نورشون از نور دیگران بالاتره. نورشون از نور دیگران بالاتره نه که یعنی چشمشون روشن‌تر میده، یعنی دید بصیرت دارند، دید درک و فهم و شعور دارند که میتوانند هم خودشون رو ارزیابی کنند هم دیگران. بعد میگه که گر ببینن نور او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. میگه اون کسانی که دید بصیرت دارن، حتی اگر ببینن نورشون باقیه. چجوری؟ مثل همین مولانا، مثل خود مولانا. مولانا مرده، اما دید بصیرت مولانا در کلامش، در کتابش هنوز باقیست و ما الان از اون نور داریم استفاده میکنیم. غیر از اینه، همین بحثی که ما امروز داریم میکنیم، ما در پرتو نور مولانا داریم حرکت میکنیم و این مباحث رو داریم باز میکنیم و نشستیم داریم گوش میکنیم. این خیلی خیلی مسئله مهمه. خب گفت، حالا ادامه، گفت اکنون عیبهای او بگو، آنچنان که گفت او از عیب تو، تا بدانم که تو غمخوار منی، که خدای ملکت و کار منی. میگه که بابا جان اون راجب بدی هایی تو بسه من گفته، از تو بدگویی کرده، حالا تو هم بدی هایی اونو بگو، من بفهمم که چه مرده سلامت، تا من بفهم چه مرده حلاجی، آیا به سلام من درست سرمایه گذاری کردم یا نه. چرا تو داری همش تعریف طرف رو میکنی؟ این داشت همش تعریف طرف میکردی. میگه اونو بگو، حرفای اونو بگو. گفت ای شه من بگویم ای پاش، گرچه از او مرمرا خوش خاجتاش، ای به او مهر و وفا و مردمی، ای به او صدق و زکا و همدمی، کمترین عیبش جوان مردی و داد، آن جوان مردی که جان را هم بداد. دقت کردی؟ اصلا این پادشاه و دیگه پیچیل پیچ کرده، به قول زبون ساده امروزی دست پای پادشاه رو چیکار کرد؟ اصلا قول و زنجیر کرد. باید گفت ای باشو بگم، خیلی خوب، ای باش اینه، هم وفاداره، هم مهربونه، هم نمیدونم صادقه، هم زاکیه، باهوشه، هم همدمه، هم نمیدونم فلان بیشتره. باز یک سری صفات عالی دیگر رو در مقابل پادشاه از دوستش چیکار کرد؟ تعریف کرد. خب اینو داشته باشی. حالا ادامه دیگه، صد هزاران جان خدا کرده پدید. اینا باز سخنان مولانا، این قصه رو داره میگه، یه تیکه قصه میگه، یه تیکه چی؟ به اصطلاح درس میده، مبتنی بر قصه. میگه صد هزاران جان کرده، صد هزاران جان خدا کرده پدید، چه جوان مردی بابد کان را ندید، چه جوان مردی بابد کان را ندید. میگه خدا صد هزار تا جان به وجود آورده و اونایی که جوان مردن همه اینا رو میبینن. بعد بدیدی کی به جان بخلش بودی، بهر یک جان کی چنین غمگین شد. دیگه اگر انسان این نعمتهایی رو که خداوند آفریده در آدمهای مختلف، اگر اینها رو آدم ببینه و ارزش گذاری کنه، عاشق همه مردم خواهد و غمگین نخواهد شد. بر لب جو بخل آب آن را بود، کوز جوی آب نابینا. دقت میکنید، میگه رحمت های خداوند خیلی وسیعه، برابر این کسی بخل میبرزد در کنار جوب آب که چشمش کور جوب آب رو نمیبینه. دقت کردید؟ یه آدمی که مثلا یه کوزه آب داره توی صحراست، ممکنه بخل بکنه آبشو به این و اون نده، دیگه خودم مثلا میمیرم، خودم تشنه میمونم، خودم یا آب نده یا کم بده مثلا به اینو.
اما کسی که یک جوب آب در اختیارشه، کسی که دیگه بخل نمیورزه که. خب حالا کی اون جوب آب رو میبینه؟ اون کسی که چشم بصیرت داره و رحم جوی رحمات خداوند رو میبینه که جاری و ساری است، اون دیگه بخل نمیکنه که. خب گفت پیغمبر که هر کس از یقین داندو پاداش خود در یوم دین، که یکی را ده عوض می آیدش، هر زمان جودی دگرگون زایدش، جود جمله از عوضها دیدن است. پس عوض دیدن زده ترسیدن است. پس سخا از چشم آید نیزده است، دید دارد کار جز بینا نرست. خیلی نکته ظریف و قشنگی ها میگه. دیدید ما میگیم آدم ما بعضی ها چشمشون خالیه، گوش میدید، بعضی ها مناعت طبع دارن، بعضی ها ثروتمند هم ولی مناعت طبع ندارن، گدا گشنه، چشمشون خالیه، قلبشون گداست، روحشون گداست، ولی پول و ثروت زیاده. درست عکسش یکی فقیر ظاهرن، پول زیادی هم نداره اما مناعت طبع داره. یه مهمون اگه براش اومد، هر چی که داره خدا وکیلی میاره و قسمت میکنه با مهمون خودش، چون مناعت طبع داره. بعد میگه که پیامبر میگه که از حدیث از پیامبر اکرم دیگه میگه اگر آدم ها بفهمن و به این حقیقت برسن، چون این تو قرآنه، حتی این گفته از پیامبر ولی از توی قرآنه، خداوند میفرماید که آیا کسی هست که به خدا قرض بدهد تا خداوند به او ده برابر پس بدهد؟ خدا که از من و شما قرض نمیخواد بگیره که، چی قرض قرض نیازی نداره. یعنی چی؟ یعنی میگه عوض بده، میگه انفاق بکن، من ده برابر تضمینی به تو سود میدم، ده برابر، دقت کنید، ده برابر من به تو سود میدم. یا مثلا کاری نیکی اگر انجام بدی خداوند ده برابر. این اصلا تو قرآنه، میگه خداوند فرموده که به فرشتگانش اگر کسی کار بدی کرد، خلافی کرد، گناهی، اولا ننویسید براش، ده روز بهش مهلت بدید، شاید توبه کنه، ما ببخشیمش، امیدواره که توبه کنی ببخشید. حالا توبه نکردید، میگه خیلی خوب، حالا نوشتید، منتظر یه کار خوب بکنی ده برابر بهت پاداش بده که اون یه دونه رو بسید پاک بکنه، نه تا به حسابت بزن، گرفتی شما بدهکاری رو صاف کنه، نه تا به حسابت بزن. یعنی خداوند ارحم و رحیمه، همش دوست داره یه بهانه پیدا کنه که مردم رو ببره توی بهشت. میگه که این دید بصیرت میکنه، کسانی که دید بصیرت داشته باشن به این مرحله برسن که اون لطف الهی رو درک بکنن، دیگه بخل نمیکنن در انجام کار خوب، فقط که بخل نخواهد. خب ای دیگر، حالا ادامه صحبت های آقای غلام دوم، همون غلام بدترکیبه، بگویم غلام زشت اسمشو بذاریم، میگه ای به دیگه رفیق من اینه، ای به دیگر آنکه خودبین نیست، او هست، او در هستی خود عیبجوی و عیبگوی خود بوده است، با همه نیکو با خود بد بوده است. میگه ای به دیگه یه رفیق من اینه که اصلا چیز نیست، خودبین نیست و عیبجویی هم نمی کنه از دیگران، اگر هم عیبجویی بکنه عیبای خودشو همیشه میگیره و سعی هم میکنه که با مثلا اصلاح کنه، بدی خودشو اصلاح کنه. اینا رو که میگه پادشو دیگه سرسداش در میاد. میگه که گفشه جلدی نکن در مته یار، مته خود در ضمن مته او میار، زان که من در امتحان آرام برا، شرمساری آیدد از ما برا، از ما برا. میدونی پادشاه میگه ببین هیچ شیرین زبونی نکن، از رفیقت داری تعریف میکنی تلویحا، یعنی این که من آدم خوبی هستم دارم از رفیقم تعریف میکنم، فکر نکن که من رو میتونی تحصیل ها. ببین پادشاه خیلی تیزه ها، مثلا میگه که تو داری ظاهرسازی میکنی، میخوای بگی من آدم خوبی هم، از دیگران بدگویی نمی کنم، اینجوری مثلا هی داری تعریف میکنی. بنده خدا حواست جمع باشه، من اون امتحانش میکنم ها، وقتی امتحانش بکنم تو ممکنه که شرمنده بشی. یادتون باشه این طرف دروغ نمیگفت،
خیلی جالبه ها، این آقای غلام شماره دو دروغ نمیگفت راجع به رفیقش که اینجوریه اینجوریه اینجوری خوبیاش رو هیداش میگفت، دروغ نمیگفت چون آدم صادقی بود، راستشون میگفت. اما حالا دقت کنید نکته کجاست. گفت نی بالله بالله العظیم مالک الملک و برحمان و رحیم، اصلا میخوره این آقای به اصطلاح غلام زشت رو اصلا میخوره، میگه والا به خدا. گفت نی بالله بالله العظیم مالک الملک و برحمان و رحیم که صفات حاجتاش و یار من هست صد چندان که این گفتار من، آنچه میدانم ز وصف آن ندیم باورت ناید. چه گویم ای کریم؟ میگه والا قسم میخورم، میگه به خدا هر چی که میگم راست دارم میگم، دروغ نمیگم، همین طوریه که دارم میگم، آدم اینجوریه اونجوریه 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 اونجوریه. شاه گفت اکنون از آن خود بگو، چند گویی آن این و آن او، تو چه داری و چه حاصل کرده ای؟ از تک دریا چه در آورده ای؟ روز مرگ این حس تو باطل شود، نور جان داری که یار دل شود. دل حد که این چشم را خاک آگند، هستتان چه گور را روشن کند. آن زمان که این دست و پایت بردرد، هر بالت هست تا جان برپرد. شاه با او در سخن اینجا رسید، تا بدید از وی نشانی یا ندید. برمیگرده بهش میگه ببین دیگه کفایت مذاکرات، راجع به رفیق دیگه نمیخوام حرف بزنیم، تو همش گهی داری تعریف میکنی، بگو اینا خودت چی داری. یه روزی که حالا این دیگه در واقع خطاب به ماست دیگه، این سخن مولاناست با ما، میگه که ببینم تو بگو چی از حاصل عمرت چی به دست آوردی، اون روزی که تو میمیری و به اصطلاح نور چشمت به اصطلاح خاموش میشه، آیا نور جان تو روشن هست که بتونه راه رو بتونه نشون بده؟ اون وقتی که خاک میاد توی چشمت، نمیدونم راهنمایی داری؟ آن زمانی که دست پات بریده میشه، بال و پری داری که بتونی پرواز روح داشته باشی و مثلا در ملکوت به پرواز در بیای؟ یا این حرفا رو بشی. خب قصه تموم میشه اینجا، آقای خوشتیپ از همون میاد مثلا اون غلام خوشتیپ خوش قیافه فلان از همون اومده، لباس نو و خوشگل و تر و تمیز و اینا به تنش کردن و سر و شونرم سر و مورم شونه زده و عطر و کلون و خیلی دیگه همه چیزش کامله، ایشون تشریف رو بردن. حالا چون زگرمامه بیامدام غلام، اینو گفت برو دیگه، غلام رو برو این بطرکی بگو برو. به اونی که از اومد همون بهش گفتش که چون زگرمامه بیامد آن غلام، سوی خیشش خان آن شاه همام. پس سوی کاری فرستاد آن دگر، تا از این دیگر شود او با خبر. پیش بنشوندش به صد لطف و کرم، بعد از آن گفت ای شما اندر ظلم، ماه روی جعد موی مشک بود، نیکوی نیکوی نیکوی، ای دریغ آگر نبودی در تو آن، که همی گوید برای تو فلان. شاد گشتی هر که رویت دیده ای، دیدن از ملک جهان ارزید. ببین این غلام خوشتیپ که اومد پادشاه خیلی تحویلش که گفت به 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 کیف کردم از این قیافه، به به بیا اینجا بشین، من به وجود پلو من بشین، نشوندش پلو خودشو، گفتش که تو چقدر خوشتیپی، چقدر خوش قیافه، چقدر تو دلبروی فلان، خوش زبونم که هستی، خوش قیافه هم که هستی، چه لباس های شیکی هم، چقدر هم بهت هم میاد و از این حرف ها. حیف که این صفاتی در تو هست، این رفیقت واسه من گفته، ای کاش که اینا توت نبود که دیگه کامل کامل میشدی. در چه کردی؟ گفت غلام گفت گفت رمزی زان بگو ای پادشاه، که از برای من بگفت آن دین تباه. گفت اول وصف دورویت کرد، کاشکارا تو دوایی خفته درد،
خبز یارش را چو از شه گوش کرد، در زمان دریای خشمش جوش کرد. کف برآوردن غلام و سرخ گشت، تا که موج حجف او از حد گذشت. کم کوز اول دم که با من یار بود، همچو سگ در قهر سرین خواهد. دمیدی چی شد؟ به مرزی که پادشاه برگشت بهش گفتش که آره، گفت چی گفت شده راجع به من جناب پادشاه؟ گفت چی؟ گفته تو آدم دورویی هستی، ظاهر دواست، درونت درده. پادشاه داری دروغ میگه، میدونی از اون حرف علکی به این زده، از این حرف علکی به اون زده، فقط میخواد اینو آزمایش کنه. برای چی داره این کارو میکنه با این حرفا؟ میخواد سرگین کف جو رو به هم بزنه. گرفتی چی دارم میگم؟ سرگین اون غلام زشت رو به هم نریخت. هزار تا حرف بعد از قول این زیبایی بهش به اون به هم نریخت، اون این حقیقتی رو که میدونست رو گفت. اما این آقا به معنی که اینو شنید که اون بهش گفته این دروغه و نمیدونم اینجوری اونجوریه، یوهایی به جوش اومد. خب کف برآوردن غلام و سرخ گشت، تا که موج حجم او از حد گذشت. کم کو یعنی اون غلام اول، ز اول دم که با من یار بود، همچو سگ در قحط سرگین خوار بود. میگه اون مثل اون از اون اولش هم آقا این که با ما رفیق بود مثل سگ بود، سرگین میخورد، اینجوری بود. چون دمادم کرد حجبش چون جرس، دست بر لب زد شهنشاهش که بس. گفت دانستم تو را از وی بدان، از تو جان گند است و از یارت دهان. پس نشین ای گند جان از دور تو، تا امیر او باشد و مأمور. دقت کردی؟ برگشت بهش گفتش که حالا فهمیدم، تو جانت گنده، او دهانش گنده. اون که دهانش گنده قابل اصلاحه، کاری نداره. دو تا پزشک میارن، یه دارو بهش میدن، دندوناشو وایتنینگ میبرن میزنن، دندوناشو تمیز میکنن، صاف و صوف بهش میکنن، یه لباس درست حسابی هم تنش میکنن، دارو میکنن، دوا میکنن، خوب میشه. اما تو جانت گنده. اون غلام بنده خدا هم، این آقای غلام شماره یکم تا زمانی که با او بود زمینه‌ای به وجود نیومده بود که اینجوری عصبانی بشه که ذات خودشو بروز بده. بعد برای هرچی که اون بعد وقت میگفت راست میگفت، میگفت آقا این آرومه، این مثلا آدم اینجوری اونجوری. خیلی آدم ها اینطوری هست در حالت عادی. شما دیدید بعضی ها رو میگن مثلا آقا مستی، چون میگن مستی و راستی، در صورتی که ما مستی و راستی نداریم، ما مستی و بیخبری داریم. طرف وقتی که مست میشه از یه حدی که میگذره دیگه کنترل خیلی چیزا رو از دست میده، کنترل حرفایی که نباید بزنه، هر کاری که نباید بکنه. دیدید آدمایی که مست میشن یه چیزایی یادشون بروز میکنه که در حالت عادی ازشون بروز نمیکنه. اونجاست که اون منجلاب درون خودشون رو چیکار کنن نشون میدن، کتک میزنن، فحش میدن، نمیدونم هزار یه جور کارا، فرمان قتل صادر میکنن، خیلی کارا میکنن در حالت مست، ولی در عادی نه. پس بربرین مولانا میگه که پادشاه گفتش که تو حالا دیگه تو دور شو از من، او باید بیاد جلو، تو میشی مأمور زیر دست او، او مأمور نزدیک به من خواهد. درسی که واسه مدره همینه دیگه، که اگر انسان ذاتن اصلاحگر باشد، عیب خود را ببیند و عیب جویی از دیگران نکند، طبیعتا مورد قبول پادشاه عالم هستی قرار خواهد. نه فقط مورد پادشاه هستی، که حتی مردمان در همین جهان هستی هم مورد قبول او هم قرار خواهد. بهره این گفتن اکابر در جهان، راحت الانسان فی حفظ لسان. میگه بزرگان در جهان گفتن که انسان در پرتو زبان خودش هست که در امان باقی میماند. اونایی که نمیتونن زبان خودشون رو کنترل کنن چی میشه؟ میگن سر سبز رو زبان سرخ سر سبز میدهد. بر در حدیث آمد
که تسبیح از ریا همچه سبزه گلخون گلخون دان ای کیان. یه بار دیگه، در حدیث آمد که تسبیح از ریا همچه سبزه گلخن دان ای کیان. پس بدان که صورت خوب نکو با خصال بد نیرزن یک تسو. ور بود صورت حقیر و ناپذیر چون بود خلقش نکو در پاش میر. میبینید که میگه، میگه که آدمایی که تسبیح میکنن اما از روی ریا تسبیح میکنن ذکر میگن، درست مانند گلی هست که در لجنزار رویده است. گل زیبا هم است اما در لجنزار داره رویده، کسی نبهش میتونه نزدیک بشه نمیتونه ازش استفاده کنه. و بعد میگه که اون کسانی که صورت خوب و نیکو دارن اما خصلت‌هاشون بد هستش، یک پاپاسی هم ارزش نداره. عکسش که یه نفر ممکنه چهره زیبایی نداشته باشه، قد و هیکل و قیافه جالبی نداشته باشه، اما خلق نیکو و خدمتگزاره، او بسیار محبوب همه هم هستش. این شخصا نمیگه چرا مثلا اینجوریه، چرا بوده. بعد بگیم حالا چه نکته های قشنگ دیگه. چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو و آب جو. چند باشی عاشق صورت، بگو طالب معنی شو و معنی بجو. صورت ظاهر فنا گردد، بدان عالم معنا بماند جاودان. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف در را گزین گر عاقلی. دیگه آقا تو دنبال صورت نرو، برو دنبال صدف نباش، در صدف رو باز کن ببین آیا توش در رو گوهر داره یا نداره. گول ظاهر صدف رو نکن، یه صدف میبینی کج و کله و لجن هم روش گرفته اما درش رو باز میکنی ببینی یک مروارید بزرگ وسطشه. به ظاهر مردم نباید چی؟ قضاوت کرد. چقدر قشنگ این صدف های قوالب در جهان، گرچه جمله زنده اند از بحر جان. لیک اندر هر صدف نبود گوهر، چشم بکشاد در دل هر یک نگر. کان چه دارد وین چه دارد میگذین، زان که کمیاب است آن در سمین. در سمین یعنی در سنگین، سمین یعنی سنگین، یعنی اون به اصطلاح مروارید سنگین کم پیدا میشه. پس معنی میگه قوالب رو رها کن، ظاهرها قیافه ها رو زیاد بهش توجه نکن، بلکه برو درون انسان ها رو کاوش کن که ببینی کی چی داره و از وجود او بهره برداری. به همین دلیل بود که بزرگان مثل ابو سعید ابوالخیر، مثل بایزید بسطامی، مثل دقوقی و بسیاری از بزرگان، شیخ حسن خرقانی، اینها خودشون عرفای بزرگ بودن ولی به دور جهان میچرخیدن، میرفتن، مسافرت میکردن، از این طرف از اون طرف، هر جا که میشنیدن یک بزرگی، یک عالمی، یک عارفی اهل معنایی وجود داره، میرفتن به خدمتش میرسیدن و میگفتن ما باید بریم بشینیم گوش کنیم، درس گوش کنیم، از اون چیزی یاد بگیریم و بر کرامات خودمون چیکار کنیم بیافزاییم. خب حالا همینجا فعلا کافیه، یه بریک داشته باشین، یه استراحت کوچولویی بکنید، خودتون یه پذیرایی بکنید. منم برگردم با برم با این دوستان زومی خودم دو مرتبه سلام علیکی بکنم مجدد. به به، سلام عرض میکنم خدمت دوستایی که تازه به ما پیوستن، برای همه تون آرزوی سلامتی دارم. خب مرسی، خیلی ممنون. حالا دیگه وقت این هستش که یک کمی هم استراحت بکنید. دوستای رومی از خودشون میخوان پذیرایی کنن، ببین شما خودتون یه پذیرایی بکنید تا من با این زومیا ببینم جنگولک های زومی چی میگن. خیلی ممنون. این خانم فریما اینجا بود رفتش بیست آه هستن هستن تشریف دارم. بله 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 هستن، تشریف دارم. خانم فریما سلام مجدد خدمتتون دارم. این دختر من بهارم اینجاست. بهار حالت چطوره دخترم؟ سلام میکنم بهت. خب خانم فریما عزیز برامون یه چیزی بخونید فعلا استراحت بکنید. من دارم رانندگی میکنم، ببخشید. اشکال نداره، من دارم رانندگی میکنم، نمیتونم روز صحبت کنم، بهش گوش میدم. اشکال نداره، مرسی دخترم. حالا فقط میخواستم بگم حالت خوب باشه ان شاء الله. مراقب رانندگی باش. بله، مراقب حواست به رانندگی باشه. خب خانم فریمای عزیز
بعضی سلام خدمت همه حاضرین. که اصلا اینجا میخوان چایی بخورن و شیرینی و برخوش به صدا صوت زیبای شما هم گوش کنن و استفاده بفرمایید. های دکتر جونم من صدای شما صدا توی خود قطع و بس میشه ولی من صدای شما رو دارم. الو ای در دستگاه شوره صدا میاد نه؟ بله بله صدایتون دارم. و شعر هم از اصلان اصلانیان هست. چقدر عالی. شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشق پایش براهه. برادر غرق خونه که خواهر نوجوونه، برادر کاکلش آتش فشونه، که خواهر گیسوانش غرق خونه. شب است و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. مرایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان، که خواهر گیسوانش غرق خونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر دشمنم خون خوار امشب، که دیو شهر شد بیدار امشب، که خواهر شعله باره برادر بیقراره، برادر دشت سینش لاله زاره. بزن شیپور صبح روشنایی، بزن شیپور صبح روشنایی. خیلی متشکرم، تشکر میکنم. بسیار بسیار عالی، دستتون درد نکنه. این دوستای رومی ما هم دارم تشویقتون میکنم. خیلی لطف دارن، متشکرم. البته کلماتی به این شعر اضافه شده. بله متوجه شدم، متوجه. بله. شما به روزش کردید با شرایط من اضافه نکردم، در واقع کسی که اینو اجرا کرده اضافه کرده. هم بسیار عالی، مرسی، خیلی ممنون. خب من قبل از اینکه میخوام از خانم پرنیای عزیز خواهش کنم که یه شعر قشنگشون رو برام بخونم، میخوام ببینم دوستان، چه دوستانی که توی روم هستید شما و چه دوستانی که توی زوم هستید، آیا نکته ای مطلبی از این قصه ای که خوندیم به ذهنتون میرسه که بخواید اصطلاح در میان بذارید و ما استفاده بکنیم، نکته ای که احتمالا من درست نگفتم یا نکته جدیدی که شما ازش برداشت کردید که فکر میکنید که بخواید با ما در میان بذارید که ما هم بیشتر استفاده کنیم، بفرمایید. من یه مسئله میخواستم بگم. یه سری ما غرایزی داریم که خب این غرایزمون بنا به طرز تربیتمون
از بچگی جزی از شخصیت ما میشن و خب در بعضی ها طبیعتا این غرایز خیلی قوی تر میشه، مثل مثلا حسادت. بله. خب این یه آدمی که بالغه اگر حسادت داره تقصیرش خودش نیست، برای اینکه این در کودکی شخصیت شکل گرفته. اینطوری که میگن تا 7 سالگی 80% شخصیت شکل میگیره، تا 18 سالگی بقیهش. ما تسلط کمی میتونیم روی بعد از به اصطلاح حالت مچور بودنمون داشته باشیم. بنابراین آیا به نظر شما با این داستان ها آیا میشه ما این غرایز رو از خودمون دور کنیم؟ مثلا خود حسادت به نظر من چیز ساده ای نیست که آدم بتونه غریزه حسادت رو که در بچگی توش خیلی قوی شده اینو راحت بذاره کنار. من یعنی نمیدونم آیا با نصیحت کردن این امکان پذیر هست یا نه. من خودم یه معایبی تو شخصیتم دارم و میدونم که اشتباهه و خیلی هم سعی میکنم که بهش پیروز بشم، ولی در بعضی موارد ببینم نمیتونم و میدونم دلیلشم چیه. دلیلشم در کودکی من هست. بله. حالا دوستان اگه نظری دارن، جناب فرهنگ، دوست داریم که نظر شما در این مورد بدونیم و بقیه دوستان، البته خانم دکتر مرعشی و بقیه دوستانی که هستن، خانم برنیام، خوشبختانه بزرگان زیادن تو جلسه‌مون. دوستان نظر دوستان رو بدونن، حالا بعدا خودم منم یه نکته‌ای دارم که آخر اشاره خواهم. خانم دکتر مرعشی دستشون رو بلند کردن. خانم دکتر بفرمایید شما اول. ولی من فقط نظرم رو میخواستم بگم، البته نظر شخصی من نیست، بر پایه سخنان مولاناست. به قول معروف میگن بچه‌ای که به دنیا میاد خداوند در او میدمه، قسمتی از روح خودش رو در اون میدمه. وقتی ما بچه ها رو میبینیم بسیار موجودات بیگناهی هستن و در حال زندگی میکنن و این بچه ها بسته به طرز تربیتشون جوری که بزرگ میشن به هر حال یک سری مسائلی رو توی شخصیتشون میاد. بنابراین من فکر میکنم خیلی از این مسائل بخوام کوتاه کنم، مثل حسرت و اینجور چیزا، اولا پایه حسرت قضاوته و اصولا مولانا میگه ما نباید قضاوت بکنیم، یعنی باید هر انسان خوب نباید قضاوت کنیم. اگر ما قضاوت نکنیم اصلا حسرت به وجود نخواهد اومد. و من فکر میکنم اتفاقا اینجور به قول معروف خصوصیت ها اینها به این ترتیب نیست که ما با او زاده شدیم و اختیاری نداریم. وقتی که ما واقعا الان که میایم درسای مولانا رو میخونیم، تعلیمات سعدی و اینا رو میخونیم، با در خودنگری میتونیم اینها رو باز کنیم در و اینها رو به قول معروف بشکافیم و کم کم از اینها خودمون رو رها بکنیم. بنابراین من معتقد نیستم که اینها، البته یک چیزهای کوچکی ممکنه از نظر دی ان ای و اینا، جین و دی ان ای و اینا منتقل میشه از پدر و مادر به بچه‌ها، ولی حسرت و این جور چیزها من فکر نمی‌کنم تو اینها بجنگه. خانم دکتر، منم نگفتم که اینا ژنتیک، یعنی ما این رو با جین میگیریم. من میگم تربیت بچه تا 8 سالگی تا 9 سالگی اون خیلی مهمه، یعنی اون رو از محیط میگیره، چون در تربیت که ما دی ان ای رو دخالت نمیدیم. منم نگفتم که ما با دی ان ای مثلا حسادت دنیا میاییم، ولی یه بچه کوچیکی که محرومیت دیده دائم و خودش رو مقایسه میکنه با بچه همسایه یا هم کلاسیش که فرزن اون شرایط خیلی بهتر از خودش رو داره، طبیعتا این حسادت درش تقویت میشه. من بله نگفتم که این دیگه خواهش میکنم. من فقط نظرم گفتم. خواهش میکنم. نه، این نکته که نکته مهمیه، این که بچه با چه مثلا عقده های، حالا اون روانشناسا خب اینو خوب تشخیص دادن، یه بچه با چه عقده های بزرگ میشه، با چه کمبودهای بزرگ میشه، طبیعتا در خصوصیات ذاتیش بی تأثیر نیست، در خصوصیات رفتاریش ببخشید،
بی تأثیر نیست. اما من معتقد هستم که انسان وقتی که به سن بلوغ میرسه، یعنی به خودآگاهی میرسه، از اینجا به بعد دیگه خودش مسئوله در مقابل رفتار و گفتار خودش. میگم ببین، من گفتم طرف میدونه که حسودی میکنه، خودش میفهمه که حسوده، میدونی؟ و چون اینو میدونه باید تلاش بکنه که این رو از خودش از بین ببره. حالا یکیش همین سخنان مولاناست که یه راههایی رو جلوی پای ما میذاره و یه آگاهی‌ها رو به ما میده. توجه کردید؟ و من معتقد هستم که ما به هر حال مسئول رفتار و کردار خودمون هستیم. یه بخشش ما مسئولیم و بخشم البته پدر مادر ما تاثیرگذار هستن در رفتار ما و همچنین جامعه ما. به همین دلیل هستش که اعمالی که ما انجام میدیم هم مسئولیت فردی برای ما ایجاد میکنه اعمال ما و هم مسئولیت اجتماعی برای ما وجود میاره. درست مثل این مونه که یه نفر یه سنگ رو میندازه وسط حوض، اون موج ایجاد میکنه و این موج ها هرچی از مرکز افتادن سنگ دور میشه هی کمتر میشه. به همین دلیل هستش که شما اگر اومدی مال یه نفر رو خوردی یا خدای نکرده پدر یه خانواده رو کشتی به ناحق، و این درست مثل همون سنگیه که انداختی توی آب. این طبیعتاً اگر اون مرد از بین رفت، اگر خانوادهش مثلا بدبخت شدن، اگر زنش مثلا مجبور به فساد و فحشا شد، اگر بچه هاش بی سرپرست شدن رفتن مثلا با آدم های ناجور مجبور شدن توی گنگ های مختلف شرکت کنن که پول به دست بیارن، با کمبود محبت مواجه شدن، زن رفت با یکی دیگه ازدواج کرد، اون مرده بچه رو ابیوز کرد، ببین همه اینا برمیگرده به اون کاری که شما انجام دادید اول، یعنی شما مقصری در این ماجرا و همینطور این ادامه پیدا میکنه. و من معتقدم که خداوند عالم هم توی جهان آخرت روی اعمال شما و تبعات اعمال شما میسنجه میزان گناه رو و میگه که حالا چقدر تو حالا باید مجازات بشی. عکسش هم صادقه، یعنی شما یه کار خوبی انجام میدی، همه تبعات خوبی که از این عمل خوب شما ساطع میشه اینم برای حساب به حساب شما گذاشته میشه. اینجاست که خداوند در قرآن میفرماید اگر یه نفر آدم بیگناه رو کشتی، مانند آن است که یک جامعه رو کشتی. اگر یه نفر آدم رو از مرگ نجات دادی، مانند آن است که یک جامعه رو از مرگ نجات دادی. بنابراین من معتقدم که آثار اعمال ما هم جنبه فردی داره و هم جنبه اجتماعی داره، هر دوش در کنار هم، و به همین دلیل ما مسئولی در مقابل اعمالی که انجام میدیم، حرفایی که میزنیم. این برداشت من. اون نکاتی که خانم فریما میگن درسته، یه بچه ای رو ممکنه با کمبود مواجه بزرگ بشه، خب ممکنه عقده‌ای بشه بچه، طبیعیه دیگه، عقده‌ای میشه، نمیدونم حسود عذاب در بیاد، نسبت به دیگران خشم پیدا کنه. بعد ببینیم عواملی که اون بچه به اون شکل در اومده کی بوده، کیا مقصر بودن در اون. اونها در مقابل خداوند باید پاسخگو باشن. توجه کردید؟ این که خیلی وقتا اتفاق میفته، میگه که یه وقتا شما تو حوادثه، میگه یه عده‌ای تو بهشت یه کسی رو میبینن توی بهشت که تعجب میکنن از اینکه چرا این تو بهشته، و بعد که سوال میکنن معلوم میشه که این بنده خدا یه کارای زشتی هم که توی دنیا انجام میداده بخشیش مقصرش خودش نبوده، عوامل محیطی باعث میشده که این کارها رو بکنه خارج از کنترلش. توجه کردید؟ اینه دیگه. حالا یه مقدار مسئله پیچیده است، نمیدونم تونستم حرفمو درست برسونم یا نه. متشکرم. آقای دکتر من یه چیزی بگم، صدای من میاد؟ بگو، حواست به رانندگیت باشه. ولی هر حواسم شوشوری میاد، مگه صدا خوب میاد؟ بسیدت میاد. اما من که سوال خیلی خوب مطرح کردن، سوال در مورد فساد، من فقط میخواستم بگم فسادت تو وجود همه ما آدم ها هست، کلن وقتی که نفس هست فسادت هست، غیر ممکنه که نباشه، اصلا غیر ممکنه، به خاطر اینکه نفس که توهم جدایی ایجاد میکنه که ما از دیگران جدایی، و بعدم همش خواهنده که چیزایی رو میخواد، بعد میگه خب من ندارم، فلانی داره. این اصلا خیلی هم درسته، یه سری عقده هایی از کودکی ممکنه باشه، ولی حتی اگه عقده هم نباشه، ما فقط به خاطر اینکه نفس داریم این حسادت در ما هست،
به چیز رو فکر میکنیم که مثلا باعث خوشبختی ما میشه، بعد باهاش آیدنتیفای میشه، بعد میگیم خب من اینو ندارم، فلانی داره، بعد این حسادته میشه. بنابراین چیزی که نیاز هست این تغییر نگرشه و اون تغییر نگرش رو مولانا به ما میده با اشعارش. همین که ما بفهمیم که ما همه جزهایی از کلیم، اگه یکی دیگه یه چیزی داره مثل میگه من دارم، فرقی نمیکنه. یا اصلا داشتن کلا توهمه. یه بیتی هست که مولانا میگه که خود ندارم هیچ بسازد مرا، که ز وهم دارم از این صد انا. انا یعنی رنج، یعنی از توهم داشتنه که رنج ایجاد میشه. یکی از این رنج همون حسادته. یعنی ما اصلا داشتن چیزها توهمه. شما ببینید ما وقتی از این دنیا میریم چی با خودمون میبریم؟ ما فکر میکنیم چیزی داریم، در حقیقت چیزی ما نداریم از خودمون. ما حتی جسم خودمون هم برای مدت موقتی به ما داده شده و از دستش میدیم. بنابراین حسادت یه چیزی نیستش که بگیم یه عده آدم ها دارن یه عده نه، یکی حسوده. تو همه ما حسادت مهمترین چیز پذیرفتنش، همونی شما گفتیم دیدنشه، و به محض اینکه این آگاهی ایجاد میشه و دیده میشه و پذیرفته میشه قدرتش رو از دست میده. ولی وقتی انکارش میکنیم میگیم نه من این چیز بدیه، من نمیخوام اینطوری باشم و اصلا نمیخوام ببینمش، اون وقت قدرت پیدا میکنه. هر چیز نفسانی همینطوره. بله بسیار عالی، مرسی، بسیار عالی، مرسی دخترم، عالی بود. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله من دارم برای که صدای شما رو دوستان بشن. بفرمایید فکر من بلندتر صحبت کنم. آها بله بله همش تاثیر داره. بله بروکن تأثیری داره. بله خیلی تأثیری داره. بله بله یعنی تأثیر گذاره در بیهیویر آتی افراد. بسیار دوستان زوم شنیدید آقای دکتر شما؟ نه آقای دکتر، دوستانی که در روم تشریف دارن صداشون برای ما مفهوم نیست. آره آره میدونم. اون که من... فرمایشی دارن تشریف بیارن کنار شما بشینن. آره من اینجا یک صندلی بیشتر ندارم، هیچ کسیم راه نمیدم. آقا من میخواستم یه چیزی عرض کنم. شما در به طور خاص راجع به اون مسئله که خانم فریما مطرح کردن نظراتی دادید و بسیار جالب بود. بله. و وقت ما بیشتر از این اجازه نمیده. من میخواستم به طور خاص به این نکته اشاره کنم که اون چیزی که خانم فریما گفت، من اون رفتار بد، گفتار بد، تهمت زدن، خدا نکرده بدبینی، حسادت، هیچ کدوم اینا را در وجود این فریما خانم گل نمیبینم. من از نزدیک خانوادگی با ایشون آشنا، ولی هیچ کدوم اینا نیست. ایشون راجع به خودش بنده خدا صحبت نکرد، به خودش نسبت داد این چیزها رو. ایشون راجع به خودش صحبت نکرد، راجع به من صحبت میکردم. مثل حافظ که هر چیزی میخواد به اون به اصطلاح مفتی ریاکار بگه به خودش نسبت میده. بله 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 غیر مستقیم به اونا میگه ولی به خودش نسبت. بله دقیقاً حافظانه گفتیشون خانم فرما. بله به هر حال دیگه ببینید این انسان موجود کامپلکسیه، انصافا موجود کامپلکسیه. اصلا یکی از دلایل این که مقام قضاوت در اسلام خیلی مقام بالاییه، میدونید اینو، یعنی واقعا بالاترین مقامی که در یک جامعه اسلامی وجود داره کسی است که قاضی است. حالا بعدا میرسیم به این مبحث، میگه مولانا که چرا یه قاضی اینقدر کارش سخت و مشکله. خیلی کارش سخت و مشکله، چون هم مسئولیت اجتماعی داره، هم مسئولیت به اصطلاح فرهنگی داره، هم مسئولیت الهی داره. یعنی قاضی بیچاره هم گیر خداست، هم گیر مردمه، هم گیر قانونه، گیر همه هست. و
و به همین دلیل باید بسیار آدم بسیار منزه و دقیقی باشه که بتونه یک قضاوتی بکنه که بسیار قضاوت درست باشه. حالا بعداً بهش میرسیم. خیلی مبحث جالبیه. یکیش همین مباحثی است که همین خانم فرمو اشاره کردن. واقعا یه کسی یه بچه‌ای یه سنگ برمی‌داره میزنه یه شیشه رو میشکنه و فرار میکنه. ما چه برخوردی با این قضیه میکنیم؟ بلافاصله میگیم این بچه مثلا چه میدونم چموشه، نم بی‌تربیته، چیه فلان، بریم بگیرینش، گوششو بپیچونین، یه دو تا پس کردنی بهش بزنین یا بدین دست پلیس فلان بسار. در حالی که ممکنه یک قاضی بگه نه آزادش کنید، هیچ مسئله ای نیست، این بچه گناهکار نیست. میدونی؟ حالا هزار یک دلیل پشت سر این میاد که ثابت میشه این بچه گناهکار نیست که این سنگو برزد میشه. حالا عوامل مختلف محیطی، اجتماعی، هیجانی، چی وجود داره که این حرکت از این بچه مثلا ساطع شد. حالا بگذاریم. اما بریم از خانم پرنیای بزرگوار عزیز خواهش کنم که یه شعر قشنگ از شعراشون برامو بخونن و برگردیم بریم سر قصه خودمون. ادامه بله. نازنینم تشکر از این برنامه خوب شما و این تفسیرهای فوق‌العاده دلنشین که ما سیر نمیشیم و همچنین دوستان عزیزمون. من نظرم اینه که در این موردی که دوست عزیزمون گفتن این خیلی مهمه که مادرها رو تشویق کنن که وقتی که قبل از این که میخوان ازدواج کنن یا بچه به دنیا بیارن این درس ها رو بگیرن، این کتاب ها رو بخونن و اینها رو روی بچه خودشون پیاده بکنن، چون در هر خانواده یه مسائلی هست و هر چقدرم که فشار رنج بیشتر باشه بیشتر مثل الماسی که توی چیز هست، اون به اصطلاح گل و لای و سنگ و خاک هست، اینها باید ازش زدوده بشه تا اون روشناییش پیدا بشه و اینها در اثر همین این به اصطلاح تربیت و به خصوص واقعا که کتاب خوندن و به گوش بچه ها رسوندن و از همون بچگی باشون در کنارشون بودن و اینا خیلی مهمه که میبینیم که در کشورهای فوق‌العاده پیشرفته خب این ناراحتی ها کمتره. علتش هم همین چیزاست که ما در کشورهای عقب افتاده میبینیم که بچه ها نمیخونن، درس نمیخونن و مادرهای خوبی ندارن و این که پدرهای مردسالاری دارن و در نتیجه یه همچی چیزا به وجود میاد. اونهایی که هوشیارن از این مسائل بهره برداری میکنن و مثل مولانا و خودشون رو به این مرحله زیبا میرسونن، ولی اونهایی که هوشیاری در وجودشون نیست و تربیت در وجودشون نیست در نتیجه رنج میکشن. من امشب شعری که برای شما میخونم خیلی مناسبت داره با این صحبتهای شما که کردید، به اسمشم الماسه. بفهمید. کن نظر در عمق الماس و ببین خورشید را، چون درخشد شرح حالش را بجو در روشنا. آن زغال سنگ سختی بوده در عمق زمین، در فشار سخت و سنگین گشته حجمی پربها. وان گلی آبی که می رقصد به زیبایی در آب، از گلولایی گذشته تا شده بس دلربا. درد و رنج زندگی سازد تو را هر لحظه ای، شکوه از غم نامرادی ها نکن در ابتلا. در حقیقت دید انسان پایه افکار اوست،
زشت و زیبا می کند یا خوب و بد در هر کجا. با تحمل روبرو گردی دهد پندی گران، گر گذر کردی ز غم شادی شود بی انتها. در که این معنا بسازد روح و جان را بس فهیم، پرنیا بگذر ز خود خواهی که گردی با صفا. بسیار عالی، دستتون درد نکنید. تشکر میکنم. خیلی سپاس. خانم پرنیا نظرشون به تربیت به سر اولیه خانواده بود که به نوعی هم همون صحبته خانم فریما هم همین بود که بچه در دامن چه خانواده ای داره رشد میکنه و از چه مواهبی برخوردار میشه. یه نکته ای که من خیلی برام جالبه این هستش که معمولا خانواده هایی که پدر و مادر نسبت به هم عشق و محبت دارند و کانون گرم خانوادگی وجود داره، بچه های سالم تری پیش به وجود نفس به سلام، بدون در نظر گرفتن پول و ثروت، بدون نظر پول و ثروت. و اونجایی که یک عشق محبت خانوادگی هست معمولا بچه ها سالمتر و به قول معروف با یک بکگراند روانشناسی به اصطلاح دقیق تری به وجود میان و رشد بهتری هم دارن. به هر حال خیلی ممنونم از همه دوستانی که صحبت رو خیلی قشنگی کردن. حالا بریم سراغ بقیه داستان. من اسکرین شیر میکنم و وارد بقیه داستان میشم. خب میفرماید که میفرماید حسد بردن حشم برام بنده خاص. حشم یعنی نیروها، افراد، مردم، افرادی که دوربر مثلا یه پادشاه هستن میشن حشم پادشاه، اطرافیان. پادشاهی بنده ای رو از کرم برگزیده بود بر جمله حشم. جامگی او وظیفه 40 امیر، ده یک قدرش ندیدی صد وزیر. خب از کمال و تعالی و اقبال و بخت او ایازی بود و شه محمود وقت. روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بود هم پیوند و خیش. کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حاصل شده است. اینجا یه بحث فلسفیه که مولانا داره مطرح میکنه. میگه که ببین، میگه که یه پادشاهی یه بنده ای داره، بنده داره، نه یه وزیر داره، نه یه وکیل داره، نه یه امیرزاده داره، نه یه بنده، یه غلام داره. اما این غلام اونقدر پیش پادشاه عزیزه و مورد لطف و عنایت پادشاه است که لطف و عنایتی که به این یه نفر داره میشه بیش از 40 تا از عمرایی هستش که در کنار پادشاه هستن. طبیعتا خب این حسادت عمرا رو برمی انگیزه دیگه نسبت به این مثلا به قول معروف بنده، به قول معروف. خب بعد میگه که دلیل این که چرا پادشاه به این بنده خیلی مثلا علاقمند بوده و اینو اینقدر بزرگ میداشته این بوده که روح پادشاه با روح این بنده همبستگی و پیوند داره. گفت همزبانی خیشی و پیوندی است، یار با نامحرمان چون بندی است. میگه اون دو نفری که قلب و روحشون به هم نزدیکه این بالاترین به اصطلاح محبت بین اینا برگزار میشه. خب کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. میگه وقتی که قبل از اینکه اساسا تنها به وجود بیاد روحها به وجود میاد، خداوند اول ارواح رو آفریده در جهان ملکوت. میگه اون روحهایی که با هم نزدیک هستن بعدها در قالب تن هم که باشن این روحها با هم، این آدم ها هم با هم نزدیک میشن، چون روح هم به اصطلاح روح خودش رو چیکار میکنه؟ جلب و جذب. حالا دقت کن، میگه از لقای هر کسی چیزی خوری.
و از قران هر قرین چیزی برید. دقت کنید، دیگه اونهایی که به هم نزدیک میشند از وجود همدیگه کرامت میگیرن، از وجود همدیگه برکت میگیرن. مثالی که میزنه مثال بسیار زیباییه که من اینجا اینو هایلایت کردم براتون. میگه از لقای هر کسی چیزی خورید و از قران هر قرین چیزی برید. قران یعنی نزدیک شدن. میگه از نزدیک شدن با هر نزدیکی یه چیزی میبرید. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. میگه وقتی دو تا ستاره به هم نزدیک میشن یه آثاری، آخه این دیگه توی نجوم و علوم قدیمه بود، میگفتن قمر در عقرب شد مثلا ناجوم شد، نمیدونم فلان ستاره با فلان ستاره در صورت فلکی فلان اومد مثلا خیر و برکت میاد، بارون میاد، نمیدونم این میشه اون میشه. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. حالا از قران مرد و زن زاید بشر و از قران سنگ و آهن هم شرر. دیگه وقتی مرد و زن به هم نزدیک میشن بچه وجود و از سنگ و آهن هم به هم بزنی جرقه ایجاد میکنه. و از قران خاک با باران ها میوه ها و سبزه ها و ریحان. خاک با باران اینو میده. و از قران سبزه ها با آدمی خوشدلی و بیغمی و خورم. دیدی؟ آدم وقتی میره مسافرت، میره تو کوهنوردی این طرف اون طرف، همش دوست داره حرفای خوب بزنه، محیط سبزه، هوا خوبه، پرنده ها دارن پرواز میکنن. من اینو خوب تجربه میکنم چون هر هفته میرم کوهنوردی با یه تیمی که همین بهارم، همین دخترم و بهارم که اینجا هستش تو اون تیم میاد، ما میریم با هم کوهنوردی، واقعا لذت بخشه. با این دوستان حرف میزنیم، حالا اونا سوال میکنن ما جواب میدیم، یا مثلا من سوال میکنم اونا جواب میدن. خیلی محیط زیبایی، یعنی هیچ وقت حرف زشت زده نمیشه، هر چی حرف زده میشه حرفای خوبه، همه آموزنده و زیبا. پس میگه از قران مرد و زن زاید بشر و از قران سنگ آهن هم شرر و از قران خاک با باران ها میوه ها و سبزه ها و ریحان ها و از قران سبزه ها با آدمی خوشدلی و بیغمی و خرمی و از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. آدم وقتی که در محیط خوب قرار میگیره اصلا دوست داره که کارهای خوبم بکنه، حرفای خوبم بزنه و قسم. خب اینو داشته باشید. اما ادامه داستان که اون آقایون بر پادشاه، بر اون بنده‌ای که مورد توجه پادشاه بود چی بود؟ حسادت میکردن، غافل از این که علت این که پادشاه اون رو دوست داره نه به خاطر این که خوشگل خوشتیپ فلانه. دقت کنید تو اون داستان دوتا غلام، غلام اول خوشگل خوشتیپ و تو دل برو بود، غلام دوم گنده دهان بود و بد ریخت و بد قیافه بود، اما آخرش به کجا رسید؟ پادشاه او رو دوست داشت. چرا؟ چون گفت تو درونت درسته، تو قلبت باکه، من تو رو میخوام. آقای خوشتیپ زیر دست آقای حالا بدتیپ بگیر قرار بگیره. اینجا اینا نمیفهمیدن، میگفتن چطوریه که یه غلام اینقدر مورد توجه پادشاهه؟ من وزیرم، من وکیلم، من پسر عموی پادشاه هستم، من نمیدونم خواهرزاده پادشاه هستم، به ما توجه نمیکنه. خب مگه میشه؟ دیگه باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. دقت کنید سوالی ها، دیگه باغبان ملک با اقبال و بخت چون درختی را نداند از درخت. میگه اونی که باغ بونه توی باغ داره کار میکنه، درخت ها رو مگه میتونه مثلا نشناسه؟ درخت ها رو من و شما نمیشناسیم، ولی یه درخت نره، یه درخت ماده است، یه درخت اصلا میوه نمیده، نرکه، از بذر تولید شده، یه درخت پیوندیه، گلای خوب میده، میوه خوب میده، درجه یک بچه رشتن باقی با کشاورزیه، این چیزها خوب درک میکنن، خوب میفهمن دقیق. باقبان ملک با اقبال و بخت چون نداند درخت، چون درختی را نداند از درخت، آن درختی را که تلخ و رد بود و آن درختی که یکش 700 بود. درختی که یکش 700 بود یه اعتبار قرآنیه. خداوند میفرماید که کسانی که
کار خیر انجام میدهند مانند بذر گندمی است که میکارند و از هر بذر 700 دونه تولید میشود. گرفتی چی میخوام بگم دکتر؟ خیلی جالب. بعد میگه که کی برابر دارد اندر مرتبت چون ببیندشان به چشم عافیت. کان درخت را کان درختان را نهایت چیست بر گرچه یکسانند این دم در نظر. میگه وقتی ظاهر درخت رو نگاه میکنید درخت این همه این همه فرق نمیکنه، اما باغبان میدونه که این درخت درخت پیوندی است، میوه های درجه یک انجیرای که اینقدر سیاه بهت میده، این درخت درختی است که پایه وحشیه و ممکنه حتی میوه هم بده، انجیرای ریزی میده که هیچ هم مزه هم نداره، خیلی هم بیخوده. طبعش که فقط هم کثافت کاری میکنه، میرزه رو زمین، زمین هم کثیف میکنه، باغچه هم مثلا فلان. بعد میگه که شیخ کو ینظر به نور الله شد از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم آخربین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشاد اندر سبب. ببین آخر و آخر، حالا اینا رو آقای استاد بزرگوارمون برای اون خواهند بود که این دوتا کلمه چطور جناس شده، آخربین و آخربین کنار هم قرار گرفت. آن حسودان بد درختان بودن، تخت گوهر شور بختان بودن، از حسد جوشان و کف می ریختن، در نهانی مکر می انگیختن، تا غلام خاص را گردن زنن، بیخ او را از زمانه برکنن. بگه پادشاه او باغونه است، پادشاه به این آدم های دوربر خودش که نگاه میکنه میفهمی کدومشون درخت درستن کدومشون درخت بدن. به همین دلیل اون غلام رو که ظاهرن از همه اطرافیان پایین تر و پستر و به لحاظ مقام موقعیت اجتماعی کم اهمیت تر بود، او رو خیلی دوستش میداشت، خیلی بهش بها میداد، بهش رسیدگی میکرد، این یکی ها رو بهشون محل نمیداشت، اینا نسبت به اون حسادت میکرد، بنابراین نشسته بودن چیکار کنن، توطئه میکردن که ترتیب اون غلام رو بدن، یک کاری کنن که پادشاه سر اون رو ببره، توطئه میکردن. خداوند در قرآن میفرماید که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. شنیدی اینو در قرآن کریم؟ دیگه اونا مکر میکنن، خداوند هم مکر میکنه و اونا نمیدونن که خدا بهترین مکارانه. اصلا شما ها مکر رو از من یاد گرفتید بنده های خدا، این استعداد مکر ورزیدن رو من به شما ها دادم، درست مثل یه استادی که مثلا مثل این که من حالا استاد مثلا خاکشناسی هم و کشاورزی هم و این حرفا به دانشجوی خودم درس میده، حالا اون دانشجوی من میخواد بیاد با من مثلا مسابقه بده روی من مثلا کم کنه، مثال دارم میگم ببخشید. تو من حسابید تو خود شاگرد منی، تو میخواد مثلا با من چیکار کنی؟ هرچی هم بلدی از من یاد گرفتی دیگه. خب اینو دقت کنید، حالا میگه که چون شود فانی چو جانش شاه بود. چون شود فانی یعنی اون غلامه، چون شود فانی چو جانش شاه بود، بیخ او در اسمت الله بود. میگه اینا میخواستن اون غلام رو نابودش کنن، ولی میگه اون نابود شدنیه، جان او جان شاهه، تو میخوای شاه رو تحریک کنی که اون رو بکشه؟ میگه نمیشه که. بیخ او در اسمت الله بود، بیخ او یعنی ریشه او، ریشه او در پاکی خداوند بود، یعنی نابود شدنی است. شاه از آن اسرار واقف آمده، همچه بوبکر ربابی تن زده، در تماشای دل بدگوهران، می زدی خنبک بران کوزگران، مکر می سازند قومی هیلمند، تا که شهر را در فقاعی افکنند. فقاع یعنی دام، تو فقاعی اندخن، یعنی شاه رو بکنش به دام بندازن شاه. پادشاهی بس عظیم و بیکران، در فقاعی کی بگنجد ای خران، از برای شاه دامی دوختن، آخرین تدبیر از او آموختن. میدونی؟ میگه اینا برای که شاهو بادار کنن که
اونو بکشه، چون خودشون که جرأت نمی‌کردن که بنده مورد علاقه پادشاهو بکشن که می‌ترسیدن. بنابراین می‌خواستن یه کاری کنن که شاهو یه جوری گولش بزنن، نظرشو عوض کنن، یه توطئه‌ای بچینن که ذهن شاه نسبت به اون غلام خراب بشه، به دستور خودش اون غلام کشته بشه. بنابراین توطئه می‌کردن مرتب. دیگه شاه هم خوب اینو میدونست، دلهای اینا رو هم میخوند. خودش اصل مکاری بود، میخندید به اینا، خنبک میزد براشون، خنبک میزد مثلا دنبک میزد براشون، میخندید میگه آره این کاری کرده مثلا اینجوری، این کاری کرده عجب پدر شده هم مثلا اینجوری، ولی بعد ترتیب خود اینا رو. خب حالا دیگه نهت شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش، با کدام استاد، استاد جهان پیش او یکسان، هویدا و نهان چشم او ینظر به نور الله شده، پرده‌های جهل را خارق بوده. ببینید دیگه که درست مثل یه شاگردی که میخواد بیاد استاد خودشو مثلا رسوا کنه، بگه تو سواد نداری. با کدوم سواد؟ با سوادی که خودش از استادش یاد گرفته. خب این اصلا یه چیز محاله دیگه، محاله همچین چیزی. بعد حالا کدوم استاد؟ نه استاد خاکشناسی، نه استاد چه میدونم گیاهشناسی و تولیدات محصولات زراعی، نه استاد جهان، استاد جهان که عبیدا شده برای او، آشکار و پنهان جهانی برای او آشکار است. او کسی است که با نور الهی میبینه. حالا این استاد جهان میتونیم بگیم مثلا عارف پیر مراده، میتونیم بگیم خود خداوند، فرقی نمیکنه. اون کسی که آگاهه، یکی او با نور الهی میبیند نه با نور چشم ظاهری، و پرده های جهل رو پاره کرده، پرده ها رو باز کرده. مثل اون اول قصه گفتش که زبان مثل پرده ایست که بر روی حقایق کشیده شده، وقتی پرده رو باز میکنی یا میبینی همش گنج اون پشتش، یا میبینی که خرابه است و پر از مار و کژدمی، یا گنج بالا سرش هم یه ماره. داستان ما یک گنجی بود که بالا سرش یه مار بود، یادتون باشه اون غلام شماره یک گنجی بود که روش یه مار بود، یعنی ظاهرش خوب بود بیچاره، ولی فقط وقتی که به همش ریختن ماهیت خودش چیکار که اون مار وجودش اومد بالا. خب از دل سوراخ چون کهنه گلیم، پرده بندد به پیش آن حکیم، پرده میخندد برو با صد دهان، هر دهانی گشته اشکافی برای. دیگه اونایی که مکر میکنند که حقایق رو بپوشونن، میدونی چه جوری مکر میکنن؟ پیش خودشون خیال میکنن یه پرده میکشن جلوی حقیقت دیگه، اما پرده ای که هزار تا سوراخ داره، خیال میکنه پرده کشیده ولی هزار تا سوراخ داره که اینی که این ور نشسته داره کامل اون ورشو میبینه، ولی او خیال میکنه که پرده کشیده. خیلی جالبه، خیلی جالب. حالا هسته دیگه، ساعت 8 شد. بازم نشستید بازم میخوای حرف گوش کنید؟ بس دیگه تمام شد. من اینو استاپ بکنم. ببخشید. خیلی ممنون.